زدم هر دری رو با بیقراری، ای به من گفتن چرا خونه ندا، آری خونه ندا آری. ماشین عالی، یکی هم از من میخواد طلا و قالی، نمیدونم چه کنم، باجی بخواه عالی، باجی بخواه عالی. اگه ایران نگیرن همش از هم یاد نگیرن، خیلی راحت هم میگیره ازدوار، آجا اینجا بگون اونجا. نه یه ناجرم که پول باشه تو جیبم، یه دل پر از صفا شده نصیب، ایما خاری یلی ایبم. اگه ایران نگیرن همش از هم یاد نگیرن، خیلی راحت تر میگیره انتبا، آجا اینجا و اونجا. حق بازی بود تو رنجی نیست تو کارم، اهل کار و کوششم این افتخار، آرام آینده دارم. مثلا شما اگه ایران نگیرم همش از هم یاد نگیرم، خیلی راحت سر میگیره استوا، آجا اینجا و اونجا. از کجا رفتم برای خواندگاری، خواستم هر دری رو با بیقراری، ای به من گفتن چرا خونه ندا، آری خونه ندا آری. عزیزان، صبح جمعه شما به خیر و شادی. با برنامه صبح جمعه با شما در خدمتتون هستیم و این امید که اوقاتی خوش و خرم و پر از نشاط داشته باشید. نفهمیدم چطور شو؟ عبدالی بله چرا همچین جواب میده؟ عبدالی ده با بیرشو ببینم بله ده با زهر ما این چجور جواب دادن اینه که من میدی؟ خب سلام کردی منم بودم بله دیگه نفهمیدم خب چرا مثل آدم جواب نمیدی؟ خب درست بگو بله آخه بینید چیه قرمه برم بینید چیه اوستا شما نمیدید چرا؟ نه زهر ما رو نه بگو نه بگم نه واسه چی؟ آخه چطور نمیدونی تو چی باید بگم اوستا جون چطور نمیدونی آخه یعنی چی خب نمیدونم دیگه آخه مگه چطور شده؟ آبش کشیدن چلو شده دم کشیدن ولو لا اله الا الله ده خجالت بکش اینقدر سر من نزا یعنی چی؟ آخه من نمیدونی چیه نه سال گوسفنده دیگه سال گوسفنده؟ خب به من چه که سال گوسفنده؟ مگه من گوسفندم چه بودم؟ بلا نسبت، بلا نسبت باریکلا، آفری، خوش اومد، بلا نسبت من؟ نه بابا، بلا نسبت گوسفنده آخه میدونه یه موقع امکان داره که بهش بر بخوره خوبیت نداره خوب نه نفهمیدم من تو حالا میفهمم بگه لا اله الا الله ده پسر خجالت بکش حیا کن اینقدر سر به سر من پیر مرد نزا حالا چی کار داشتی ها بگونه چون لا پسر جان نه عزیز من فرفره نیست جان من نیست
منظورم اینه که میتونی تو مثل من تو این حجر کار بکنی یا نه؟ نه نه نمیتونم. یعنی چی؟ آخه واسه چی نمیتونی؟ خب میدونی چیه؟ من از کلاهبرداری و دزدی خوشم نمیاد. نفهمیدم نفهمیدم، مگه من کلاه مردم رو برمیدارم؟ خب البته همیشه هم نه، گاهی وقتا کلاه سرشون میذاری. لا لا جونم مرگ شده، من کلاه سرشون میذارم؟ بابا جون یا حرف، یا بالاخره ما نفهمیدیم تو کلاه میذاری ور میداری چیکار میکنی؟ لا اله الا الله پسر جان، من اصلا با کلاه مردم کاری ندارم، من با کلاه مردم کاری ندارم، فهمیدی؟ فهمیدم. پس تازگی ها تغییر شکلش دادی. یعنی چی؟ فقط با جیباشون کار داری. لا اله الا الله، ده پسر خجالت بکش. آخه من اگه بخوام یه قبرستونی جایی برم با چه اطمینانی باید حجره رو بسپرم دست تو؟ ها با چه اطمینانی؟ خیالت راحت باشه اوسا، هر قبرستونی که دلت میخواد برو. من خودم بلدم که جوری حجره رو بچرخونم. جدی میگی عبدالی؟ به مرگ تو باریکالله. یعنی چی؟ مگه خنده داره؟ همین کاری گفته. آره یعنی تو میتونی؟ آره میتونی. باریکالله. یعنی چی؟ بزرگتری گفتن کوچیکتری گفتن جان من؟ نوش آخو من هم که گفتم که خود بس میتونی؟ آره میتونی. لا اله الا الله. ببینم این حرفات چیه میزنی؟ هیچی، من... همچنین تمرین میکردم، اینو گفتم ببینم چیکار داری میکنی. آها خب بالاخره عبدالی جان من نفهمیدم چی شد. خلاصه تو میتونی این حجره رو بچرخونی یا نه؟ پس چی که میتونم؟ یعنی تو میتونی دیگه؟ بله. باشه اشکالی نداره. ها. امتحان میکنی. باشه بخونی. ببین عبدالی جان حالا خیال کن من رفتم و تو اینجا تنهایی. آخه تو که اینجایی که جوری رفتی آخه؟ بابا جون مثلا خیال کن من نیستم. آخه تو هستی قربونه برم. لا 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 بابا اینقدر سر به سر من نزار. بابا اصلا خیال کن من مردم. آخه جون من مردم. آخه بابا 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 گریه میکنی؟ این چه جور گریه کردنیه دیگه؟ گریه خوشحالیه. لا بابا فهمیدم من مردم تو گریه خوشحالی میکنی؟ نه بابا همینطوری علکی گفتم آخه میدونی؟ من دلم واسه مردم خیلی وقت میسوزم. باری کلا بگو بیدم عبدالی جا آخه تو باید بازه چی دلت میسوزه؟ آخه میدونی؟ دلم از این میسوزه که دیگه کسی نیست سر مردم کلا بذاره. اجالت بکش حیا کن. من حالا گفتم چی میخواد بکه؟ بابا جون اصلا تو فکر کن من رفتم مسافرت و اینجا نیستم. خب ببین حالا میخوام ببینم وقتی یه نفر میاد تو چی کار میکنی؟ ها خب اینو از اول بگو دیگه. فهمیدم. فهمیدی؟ باشه. ببین عبدالی جان مثلا الان من یه نفر دیگه. خب الان من میام تو، مواظب باش ببینم چی کار میکنیم. باشه برم بیرون. برم. ببخشید قربان استادون کجاست؟ خیالت نمیشی؟ یعنی چی؟ با اون دماغ کوفته ای. تو دماغ من چیکار داری؟ کله گره مرد حسابی. آقا درسته یعنی عقل نده شعور نده از در که آدم میاد تو یه جایی وارد میشه یه سلام میکنه اول. بله ببخشید حضرت شما اشتباه کردم. باشه سلام علیکم قربان. ببخشید فعلا وقت ندارم، برو تلفنی از من وقت بگیر بعدا بیا با من صحبت کن. حالا اگر اجازه بفرمایید. میشه میدونی من خجالت بکش دیگه. بهش چی رو میگم پررو شده. او من گفتم آخه اهمیت دادم میره بالا. عزیز من جدی باش، جدی. با مردم جدی برخورد کن. یه کاری بکن مردم از تو خوششون بیاد. باشه بله بله. سلام عسکر قربان. خیلی جدی سلام. خیلی معذرت میخوام. استادون کجا هست؟ فعلا میدونید من این چه جور حرف زدن یه مرد حسابی؟ جدیه دیگه. این چه جور جدیه؟ لازم نکرده جدی حرف بزنی. بابا چون یه سر بخند قشنگ لبخند بزن. آه جدی لبخندی. آره جدی ولی یه سر لبخند داشته باشی. مردم خود بازاریابی بکن. چه زود چی به مردم خالی کن. آبا ریکلا دبر خوبه میشو. سلام عسکر قربان. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ حالی چی چرا بازی در میاری عبدالی؟ اون یکی لبخندیه دیگه. بابا جان یعنی این که یه جوری مثل آدم رفتار کن. خب بفرمایید. ببخشید استادون کجاست؟ والا استادمون چی داره؟ میدونی معلوم نیست یا خودش میاد یا خبرش میاد. خبرش؟ دیگه یعنی چی؟ خب منظورم اینه که نامش میاد دیگه. آهان بله آهان و زهر ماده. بله 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 و بلا. نه باریکالله خوشم اومد. آفرین خوب یاد گرفتی. الحق که شاگرد منی عبدالی تو. خیلی خیلی کردی اوستا نامالا. خجالت بکش. بله.
نه منظورم اینه که نه دیگه عبدالی جان، حالا دیگه من به تو اطمینان کامل دارم. باید. میتونم حجرمو بسپرم دستتو برم مسافرت. آبه نه قربونه. خیلی خواهیم نه، برو با خیال راحت، خیال راحت باشه. همچین وسط حجرتو بچرخونم که تا اوم داری سرت گیج بره. میگم بهتره قبل از اینکه برم سفرا یه آزمایشی از این عبدالی بکنم. من به اون اصلا اعتماد ندارم، یعنی اینکه الان اون خیال میکنه من چند روز رفتم سفر، باید یه ذره تغییر قیافه بدم و یه کاری بکنم که این پسره یه خنگ منو نشناسه. آره اینجوری بهتره. چه تا اوم داری سرت گیج میگم بهتره قبل از اینکه برم سفرا یه آزمایشی از این عبدالی بکنم. من به اون اصلا اعتماد ندارم، یعنی اینکه الان اون خیال میکنه من چند روز رفتم سفر، باید یه ذره تغییر قیافه بدم و یه کاری بکنم که این پسره یه خنگ منو نشناسه. آره اینجوری بهتره. سلام عرض کردم قربان. سلام علیکم. قربان شما چقدر اینقدر خوشحال هستی؟ خب میدونی اگه تو هم جای من بودی خوشحالی سکته میکردی. چطور قربان مگه استاد شما کجاست؟ استاد سر عمومه. عزیز من منظورم صاحب این حجره است. صاحب این حجره؟ مرد پولای مردمو خورد. نه بابا، یعنی که صاحب این حجره خودم هم چیکار داری به من؟ پس شما نه عزیز من، پس اون آقاه کجا رفته؟ کدوم آقاه؟ اون آقاه خیکیه گنده بکه کله کاسه. اون شاگرد من بود، میدونی بس چیز در دزدی کرد بیرونش کرده. آره نفهمیدم دزدی کرده؟ آره بابا اون اصلا میدونی نسلن در نسلشون دوز بودن. نه عزیز من نجانم، من فکر نمی کنم این طور باشه، آخه اون خیلی آدم خوبی بود. پس معلومه خود شما هم دوزی ها. من دوزم؟ آره دیگه، آخه میدونی فقط دوزا تعریف میکنم. نجان من، ولی من شنیده بودم که تو پدرشو در آوردی. آره میدونی، آخه میدونی پدرش جیببری کرده بود تو زندان بود، من رفتم درش آوردم. یعنی عزیز من تو جلو خودش هم این حرفا رو میزنی؟ آره چرا نمیزنم؟ یعنی اصلا ازش نمیترسی؟ نه که نمیترسم، اصلا میگنی دوتا هم میزن تو گوشه. تو گوشه؟ میزن تو دهنه. دهنه؟ میزن تو دماغه. تو دماغه؟ تو چشش، زن چشش هم در میارن. بفرمایی آقا عبدالی، بفرمایی بزنی تو چش من. سلام علیکم استاد جون. سلام و زهر ما. اینکی بزنه بودی؟ سلام و درد بیدرمون. حالا من شدم استاد جون. حالا من دوستم. دیدی استاد جون قربونه برم، دیدی تو هر قیافه بگیری من خودم میفهمم که تو دوزی. من دوستم خیال کردی من پدر تو در میارم؟ پدر من که زندان نیست که در بیاری که. زندان نیست، من منظورم اینه که دمار از روزگارت در میارم. غلط کردی. غلط. صبر کن تا با این اصلا حساب تو بشم. باشم تشکر میکنیم از آقایان جواد انصافی و امیر پارسی که این قسمت رو برای ما اجرا کردن. اما دوستان جمعه ها رو به رایگان از دست ندیم. جمعه هایی که روز پایانی هفته هستند و فرصتی هن برای استراحت، دید و بازدید، عیادت از بیماران، سر زدن به بزرگترها و بسیاری از کارهای مفید دیگه که خودتون بهتر از ما میدونید. دامن دشت و صحرا و محیط پاک روستاها جمعه های بسیاری از شما عزیزان رو در بر میگیره که خوشا به حالتون.
اما میبینم که نوازندگان برنامه آقای حبیبی با پیانو، آقای بهرامزاده با آکاردئون و آقای کاویانی با ضرب. همه شهری ها سلام عرض میکنه. من چند دفعه با این چی تلفن خدمت شما میگم که تلفنش خراب بوده، سمای صدای ما رو چپکی به شما رسونه. هر شاید وزیر عمل تو این بار آخره به قول این چی میگن التیماتوم و التیماتوم اشیا اینو بهتون امادی ده برده نوازی زرکت یا آنفلاکیوس پشتش یا فلش پشتش یا خلاص هزار کوفته سر ما دیگه. حالا گوش کن آخرین پیام من علیا بای. ما اینجا درد آتو رو صدایی، ما اینجا درد آتو رو صدایی، همینه که همیشه با صفایی بذار و گوشش و گرم و تراشی به روی این زمین جانم بپاشی. خدا قوت بده بازوی ما را جا بادان کنیم این روز تا را، خدا قوت بده بازوی ما را جا بادان کنیم این روز تا را. کجا هستی شادمان باشی، از غم دنیا در امان باشی، در هوای صاف و پاک روز دای خود شاد و خوشحال و سلامت هر زمان باشی. دعا ما فایده نداره، اگر راست ایشون هم بیایید دهاتی آب و هوایی بخورید نمشاتون نفس میکشه. یک دو یک کنان شهر دوری که میدونم گرفتار و خمودی، بیا بشنو نصیحت های بنده اگر خواهی که گردی حیف برنده. سمر کن جانب این روز تا ها که لوپت بود دنازه مثل ما ها، سمر کن جانب این روز تا ها که لوپت گل دنازه مثل ما ها. روز تعطیلی دشت و سرا خوش هوا داره توی روستا، پاک و صاف و سالم آب و هوا داره، هر کی تو شهر به دود و دم گرفتاره. نمیره بره همه تو براتون نگیره بگی به یاد همه تو قربان همه تو نمیشه همه تو. آن که دائم توی شهری جا پجاشه بگن همت از اون شهر پر از دوده جداشه. تنفس کن میونه این هوای پاک صحرا، تنفس کن میونه این هوای پاک صحرا، بیا چندی میونه این دهات و روستاها دیالا رو براشه بیا همراه ماشه، دیالا رو براشه بیا همراه ماشه. همین الان نپاشه، همین الان نپاشه، همین الان نپاشه، همین الان نپاشه، دیالا رو براشه بیا همراه ماشه، همین الان پاشه، همین الان پاشه، همین الان پاشه، همین الان پاشه. به قول ما بوری برپا هاشم نکند بوده دمشق گیجه که به پدر بیامون اولی بیا دهات بیا بیا دهات بیا. گل بگیم و گل بشنویم. گل گفتن و گل شنیدن آغاز شده، این دفتر ما به تازگی باز شده، از هر چی که بگذری بود خوشتر و ناب، این نامه و این مطلب و این نیز جواب. دوستان سلام و صد سلام. صد سلام از محبت همه شما، ما متشکرم. و از نامه‌هایی که هنوز باز نکردیم واقعا بی‌خبری. بله. و اما دوستان از تهران خانم خونه‌داری می‌نویسن که چی می‌نویسن؟ شوهرم در بیرون از خونه شوخ و بزلگو و خندونه. ولی وقتی به خونه میاد چی میشه؟ چنان اخماش تو هم میره که با یه من اصلم نمیشه اونو خورد. حالا من چیکار کنم؟ ببینم هم کار گلگلی مگه شوهر میخورن که میگه نمیشه خورد. نمیدونم ایشون خانم تو نامش نمیشه. بله. شاعر برنامه در این مورد شعری داره که خطاب به این خانم سروده شده. خواهش میکنم. شاعر برنامه میگه که
خانه گر باشد محیط گرم و خوب، شوهران را می نماید میخ کوب. همسر خوب و صبور و با وفا، می نماید خانه را پر از صفا. گر که شوهر باز بد اخمی کند، یا که چون خسته است یک حرفی زند، همسرش باید بپوشد چشم را تا که آرامش دهد آن خشم را. باز هم گر شوهرش باشد عبوس، حتما او را مادرش کرده است لوس. بله، این چون این مردی بود حق ناشناس. این جواب بنده از بحر شما. بله، این جواب من بوده شما. لای 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 نامه بعدی آیه چیز آیه میمخه چه نامه بلند بالایی برای ما نوشتن که مگر یک ماه سیروز نیست؟ چرا؟ خب پس چرا این سیروز برای مستاجرها زود میگذره ولی برای صاحبخونه ها دیر؟ آیا علتش را میدانی؟ بنده میدانم، الان میگم. بگو جان. دوست عزیز، آقای میمخه میخ مستاجر، علت این امر اینه که جناب مستاجر چنان در حول و ولای جور کردن اجاره خونه است که یک ماه به چشمش یه هفته میاد. آره تفرقی زود میگذره دیگه. آره دیگه. و جناب صاحبخونه هم چنان در هیجان دریافت اجاره خونه است که از شدت انتظار این یک ماه به چشمش یک سال میاد. بله، شاعر برنامه هم میگه که شاعر برنامه ازش خوبه. آره شاعر برنامه زود خود شعر میگه. بله شعر که من بخونم مثلا شعر رو بخونم. پولم ز کفم رفت به عنوان اجاره، این موج بی رحم به دوشم چه سواره. ای کاش پا این برود قیمت خانه، یا این که شود بیش حقوقای اداره، یا این که شود بیش حقوقای اداره. حقوقای اداره ما. این هم لطیفه ای که به قول فرستنده‌اش شما رو از خنده رودبر میکنه. این لطیفه. آره. ببینیم چه لطیفه ما خنده رودبر چی فرستنده‌اش این لطیفه رو آقای سیروس صفاری‌زاده شوشتری با کمک دختر خردسالشون شیرا صفاری‌زاده شوشتری و با همکاری همسرشون خانم مهناز صفاری‌زاده شوشتری از تهران برای ما فرستادن که قولم دادن شما رو از خنده رودبر کنن. لطیفه رودبر کننده اینه. اینه. ای بابا خروسه، چرا نصف شبی داری میخونی؟ آخه میدونی چیه؟ یادم رفته ساعت ما یه شب ببرم جلو. مغازه آقای گلگلی و گلمنگولی همین جا. بله بله، شما درست اومدید همین جاست. بفرمایید بفرمایید. خواهش می‌کنم این دست گل رو بفرمایید. خیلی ممنون. یا شنوندهی که جلوی در رادیو از خنده رودبر شده بود براتون فرسته. عجب دست گل هم ببینم این شنونده آقای سیروس صفاری‌زاده شوشتری نبود؟ چرا قربون، خودش بود قربون. برای قربون میشه منم یه لطیفه بگم؟ شما که با آقای صفاری زاده شوشتری نسبتی نداری داری؟ نه قربون. نداری قربون. پس لطیفتو بگو چه درمون لگ زده برای رودبر شدن. بگو. ببین قربون، شما میدونین خیابون فرصت کجاست قربون؟ نفهمیدم شما قربون اومدی لطیفه بگی یا اینکه آدرس بپرسی؟ میگم که تو لطیفتو بگو آقای قربون، خیابون فرصت هم نزدیک میدون درسته قربون. یه آقای میاد اول خیابون فرصت و رخت خواب پن میکنه با میخوابه. پلیس میاد میگه چرا اینجا خوابیدی قربون؟ آقا میگه ده مگه اینجا اول خیابون فرصت نیست؟ پلیس میگه چرا؟ آقای میگه بفرما، اینم نسخه دکتر. آقای دکتر خودش به من گفته تا میتونی برو سر فرصت بگی بخواب که حالت خوب.
خیلی ممنون آقا قربون جون، خیلی ممنون. شما که خودت میدونی که خیابون فرصت کجاست. آره قربونت، معلومه که میدونم قربونت. خیلی خوب قربونت، خودم برو همونجا سر فرصت استراحت کن تا حالت بهتر بشه. قربونت بهتر بشه. قربون همگی، از زد زیاد رو دبار نکن. قربونت. اما دوستان با این لطیفه آقا قربون بهتره که ما بریم سر فرصت استراحت کنیم که حسابی حالمون گرفته شد، مگه نه؟ بله درسته درسته، ولی یادتون باشه که آدرس ما رو سر فرصت یادداشت کنید و نامه هاتون رو به این نشونی برای ما بفرستید. تهران، میدان 15 خرداد، مولید رادیو، گروه ورزش و تفریحات، بخش گل بگیم و گل بشنویم. تا سر فرصت بعدی، خدا نگهدار. جمعتون به خیر و شادی عزیزان شرمنده. دوستان، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دو شماره تلفن رو در اختیار شما عزیزان قرار داده که هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی که راجع به این برنامه و سایر برنامه های صدا و سیما دارید با این شماره ها در میان بذارید. 29301 و 29302 شماره تلفن های روابط عمومی سازمان هستند. منتظر تماس های تلفنی شما هستیم. هم اسم شما، شما هم اونو میشناسید. البته من مقدار حرفا کلی زدم، اما حالا کی آمده و مطلب و به عنوان بدگوی من از شما ذکر کرده و از این کار چی قصد داشته دیگه اونو نمیدونم. حسین آقای مهتابی رو که شما میشناسید، خودتونم ازش دل خوره، آدم درویی. من از شما تعجب میبینم چرا انقدر در قضاوت زود عجله کرده. حق بود اول تحقیق میکرده تا کار به اینجا نمیرسید. دفتریار متوجه علی گلی خان شد و گفت فهمیدم، بهتر از این آقای محترم بپرسی. فرضاً که یکی از دوستانم پشت سر من حرفی زد، اون چه حقی داره که بیاد اونطور با آب و تاب برام تعریف کنه و بین ما رو به هم بزنه؟ تازه درباره داوری هم همین حرف رو زد. اولیا نگاهی تحقیرآمیز به علی قلی خان کرد و گفت راستی که خیلی عزیبه، همین جناب در اون شب اولین کسی بود که از حسین خان مهتابی بدگویی کرد و از دشمنی اون با من حرف زد. پس معلومه که حرفای اون شبش هم واقعیت نداشته. من نمیدونم چه سود نصیبی ایشون میشه که این میکروب خطرناک همه جا میشینه، غیبت شروع میکنه و سعی میکنه بین دوستان صمیمی رو به هم بزنه. علی قلی خان هیچ حرفی نداشت که بزنه، در حالی که قیافه اعتراض‌آمیزی به خودش گرفته بود، با حرفای زیر لبی از اتاق خارج شد و با رفتن به قول اولیا میکروب خطرناک، دو دوست صمیمی و قدیمی در کمال صفا نشستن و گفتن و خندیدن و برای اینکه اصولا یادی از حرفای گذشته نکنن دیگه اسمی از آدمی به نام علی قلی نبردن. اما خدا عاقبت اینجور آدم ها که با بدگویی کردن و غیبت زندگیشون سر میشه ختمه به خیر کنه. خداوند سبحان در قرآن مجید در سوره حجرات آیه 12 میفرمایند و غیبت یکدیگر را روا مدارید، آیا دوست می‌دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید؟ من چرا هیچ کس این کلاهبردار رو تعقیب نمی‌کنه؟ دیشب یک گلوگول قرمز خونم در حالی که بین گلوگولای سفید خونم عبور می‌کرد مرتب می‌گفت برید کنار رنگی نشید، برید کنار رنگی نشید. وقتی از مدرسه بیرون میمدم روی تخته سیاه نوشتم خدا حافظ ای مثلث متساوی الساقین، الوداع ای فرمول های جبر، خدا نگهدار ای گرامر انگلیسی، بدرود ای شهری پدر مادر دراز، من دیگر از ادامه تحصیل منصرف شدم. برای اینکه به خودم ثابت کنم که آدم خوش شانسی هستم، هفت تیر خالی رو روی شقیقم گذاشتم و ماشه اونو کشیدم، ولی از این سیبه قصد
جان سالم به سلامت بودم و همچنان سالم و زنده هم. یکی از دوستان